در محل حادثه که اتفاق افتاده بود که جلوی منزل حجت الاسلام مرحوم خورسند بود حدود 4-5 کیلومتر رفته بود در ارتفاعات که با اقدامات اطلاعاتی و با گسترش نیرویی که هم از استان و هم از لحظه اول که ما شنیدیم و شهرستان کازرون دوستان موفق شدن که ایشون رو دستگیر کنن. آیه درخشانده، بالاخره دیشب شما مرتکب یک به نظرم میاد جنایتی متاسفانه شدید از دیدگاه پلیس، از دیدگاه پلیس و از حالا با چاقو، با ضربات چاقو ساعت 3:30 دیشب بعد از اینکه مراسم ماه مبارک رمضان انجام شده، خود شما هم ظاهرا حالا مراسمی داشتید جلوی منزل آیه خورسند، مرحوم خورسند امام جمعه فقید شهرستان کازرون، مرتکب این متاسفانه جنایت شدید. میشه مورد بفرمایید دلیلش رو، علتش؟ دلیلش خدمت شما عرض شود، یه سری چیزایی شنیده بودم و دیده بودم از بی‌عدالتی، از بی‌عدالتی. حتی خودم هم میرفتم اونجا. حالا بگذاریم، انشاءالله توی یه فضایی براتون توضیح میدم. نگاه کن، عدالت موقعی که میری یه جایی، هر جا باید بری باید کارتو به نوع احسن انجام بدن، طبق گفته های قرآن انجام بدن. پارتی بازی نشه، دیگه بهتون بگم مواظب خیلی مسائل ها باشن. اینا که بنده با دیدن خیلی چیزا، با دیدن خیلی چیزا دیگه برتری. اگه پارتی بازی دیدی از کسی، چرا مراجعه به دستگاه دستگاهی که عدالت، بالاخره دستگاه قضایی از نیروی انتظامی از دستگاه های مختلف هست، چرا مراجعه نکردی؟ تا حالا ندیدم، سوابقی هم نداری که در داخل مرجع انتظامی، چرا نیومدی بگی؟ چرا اقدام به این اقدام که حالا هم برای خودت هم واسه یه آدم بیگناهی که منشأ خدماتی بوده تو این شهرستان مرتکب شدی؟ حالا گناهکار یا ناگناه یا بیگناه، اون خدا میتونه، اون خدا میدونه. بله، نگاه کن دوستان، یه امام جمعه توی یک شهر باید مقتدر باشه، باید ناظر قوی باشه، باید مدیر قوی باشه، باید جلوی این ثروتمندایی که آذوقه‌های مردم رو، بذار بگم پخش کنید، من زمانی که میرفتم سراغ ثروتمندا میگفت شب خوابیدن صبح چند برابر میشه، مستضعف نداره بخوره، دلم پر میشد. میدیدم صدها مورد از این میدیدم، چقدر بخرم، چقدر به مستضعف بدم. میرفتم این جنایت ها رو میدیدم. بیری پرکی آقای درخشنده، حاج آقا وقتی شما رو دید گفت آقای درخشنده اینجا چه کار میکنی؟ نگاه کن شما شروع کردی با چاقو زدن. نگاه کن چرا و علت. عرض کردم خدمتتون، تقریبا میتونم بگم که زمان که یه مدرسه دوچار فساد میشه، اون پاسپورت اول میره سراغ مدیر آن مدرسه. تمام. با چی زدی؟ با چاقو دیدی دیگه. با چاقو زدی. آره. چاقوهاش میشه نشون بدی؟ چاقو کجاست؟ نه. چیه بابا؟ ما چاقو کش نیستیم. جد اطلاع بهتون بگم، اولین بارم بوده. دوستان بدونید همه میشناسن منو، چاقو کش هم دارم. ولی حکم قرآن. اما فنی زدی ها. به خدا نه. خب دیگه موقعی که آدمی چیزایی میبینه داغ. دوستان، ملت عزیز، ملت ایران، دور همتون بگردم، دور مستضعفین بگردم، دور اونایی که شب ندارین نون بخورید، دور اونایی بگردم که قسط و وام بیمارتون کرده، دور اونایی بگردم که بچه و دختر عذاب دارید ندارید بخرید برای ازدواجشون. بنده راهش اینا بوده برادر. حالا راهش اینا، حالا خدا تو آدمی هستی، از نظر خودت اعتقادی، اعتقاد داری، راهش باید رد بشه. ولی دوستان عزیز، بذار صداقت بگم، قبل از اینکه گوش بدید پخش بشه شبکه فارس، قبل از ایشون میخواستم برم سراغ یک مستکبر، مستکبری که آذوقه‌های مردم را انبار کرده، مستکبری که این کاری نیست. در خونه های خونه. نه، همه منو میشناسن، از بالا تا پایین میشناسن. نگاه کن، نگاه این چاقو چیه؟ اصلا شاید تو خون این چیه؟ نمیدونم زنجانیه کجایی؟ مال زنجانه کجا؟ زنجان؟ باید آدم باش بکشی؟ باید باش؟ نه، باید نکردم جانسا. نه، این یکیه معلومه.
اینا خونالوده. خود قرآن هم تو چیز بگه شمشیر بزن. نه قرآن نفرموده شمشیر بزن به آدم بی گناه. شمشیر باید بزنی در رکاب اسلام. میگه زمانی که میگه زمانی که بگم و تمومش کنم. میگه توی مدرسه یک مدیر داشته باشه بازپرس بازرس، از بالا میاد وارد این مدرسه میشه تا یه زارچه مارد میشه، کاری اینا رو نداره، میره سراغ مدیر.